پرسمان، صحبت رو در رو با کارکشته های میدان سیاست، فرهنگ، هنر و اقتصاد. سلام خدا و با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو نوروز. صدای ما رو روی امواج یکتریت افغان میشنوید و همچنین تصویر ما رو از طریق رسانه های مجازی از طریق شبکه های مجازی رادیو نوروز بیننده هستیم. قرار است که در برنامه پرسمان امروز با آقای آصف حسینی، دکترای مدیریت بحران بین الملل صحبت داشته باشیم. قرار است که در این برنامه در مورد نسل نو سیاسی افغانستان بپردازیم. آقای حسینی، ممنون شما از اینکه فرصت دادید. تشکر. عرض سلام دارم خدمت دوستانی که صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند. ممنون شما. بسیار خوشم دارید. چه تعریفی از نسل نو سیاسی افغانستان وجود داره؟ آیا افغانستان تا فعلا به نسل نو سیاسی رسیده؟ آیا نسل نو سیاسی افغانستان به این کار آمده؟ یک کمی سوال به نظر من سخت و مغلق، اما میشه که یک کمی شفاف بسازی میشه. من فکر میکنم که در صورت طبیعی باید یه اتفاق میافتاد. در صورت طبیعی یعنی بعد از گذشت حدوداً 20 سال از سقوط رژیم طالبان و دوره سیاسی جدیدی که در افغانستان آغاز شده، ما باید حال یک نسلی از کنشگران سیاسی رو میداشتیم که میتونستیم خیلی مشخصاً از اونا نام ببریم و بگیم که برحال اینها هستن و جریانات سیاسی رو پیش ببرن. اما من فکر میکنم که صرفاً به خاطر تفاوت گروه سنی یک از کنشگران سیاسی با گذشته ها با نسل قدیمی تر، ما نمیتونیم بگیم که اینا کنشگران نسل جدید هستند. یعنی فقط به لحاظ سنی، یعنی معیار سن کفایت نمیکنه. ببینیم مهمترین چیزی که میتونه ما یک تعریف تقریبا مشخصتری از یک گروه و یک نسل جدید از سیاستمدارها را برای ما ترسیم کنه اینه که اینها چقدر تانستن یک روایت سیاسی جدید را ارائه کنن در تحولات افغانستان. متاسفانه تا اگر خیلی با دقت نگاه کنیم بسیار رگه های باریک و کمرنگی از چنین چیزی دیده میشن. تقریبا تمام آنچه که گفته میشه، روایتی که ما داریم، ما فکر میکنیم که تمام آنچه که ما هنوز هم این روایت سیاسی که میبینیم تکرار همون چیزی است که قبلا هم ما داشتیم. یعنی در 20 سال ما موفق نشدیم خود ما را از این چرخه بیرون بسازیم. خلاصش بگم به این تو میشه که مثلا بعد از سال 2001 تا سال 2014 در زمانی که آقای کرزی دولت در دست داشتن، تقریبا روایت غالب ای بود که سعی بر ای بود که با شلو سفت کردن روابط دولت مرکزی با از یک طرف با نیروهای شمال و از یک طرف دیگه که در واقع در اون روایت به اونا نام چیز داده بودن، جنگ سالار داده بودن، و از طرف دیگه با شبه نظامی های طالبان سعی میکرد که دولت مرکزی خودش تثبیت کنه یا در واقع همون روایت سیاسی خودش تثبیت کنه. بعد از 2014 ما میبینیم که البته اینو بگم که تا 2014 در واقع ائتلاف وقت بود، از یک نیرو برای کوبیدن نیروی دیگر، از یک نیرو برای بالانس کردن نمیدونم چیز وضعیت سیاسی استفاده شد که چندان ماندگار نبود. بعد از 2014 میبینیم که روایت سیاسی یا مو پولیتیکال نراتیو که اگر انگلیسی شه به کار برم که شاید بعضی دوستان علاقه من باشن که دقیقا ترجمه چیست، بیشتر تلاش دو ویچه پیدا کرد. یکی دولت مرکزی و شورشیان که مشخصا طالبان و دیگر گروه ها. دولت مرکزی هم توجه خودش بیشتر گذاشت برای یکی سیاست های خودش و برای توجیه کردن
حامیان بین المللی به کار برد. یعنی در واقع دوباره ما به روایت متفاوت روبرو هستیم، اما این روایت متفاوت زیاد تفاوت نداره با اون چیزی که قبلا بود، فقط یکی از فاکتورهای او حل شده در دومی. اگر ما بگیم که آیا نسل جدید سیاسی یا کنشگران جدید سیاسی وجود داره که چیزی فراتر از همین دو روایت به ما ارائه بده، ما شخصا گفتم که نمیبینیم یا وجود نداره، یا اینکه اگر دیدم چه بسیار کمرنگ هستن، رگهای کمرنگی. به چه معنا؟ به این معنا که در هر دو روایت ما حضور مردم غایب است، یعنی حضور مردم دیده نمیشه، کمرنگ هست، وجود نداره. روایت سیاسی چیه؟ روایت سیاسی که ما چگونگی درک ما از واقعیت‌های سیاسی، از روابط اجتماعی را داشته باشیم و بر او اندکی از تخیل خود ما، تخیل به این معنی که یک آرمانگرایی یا یک ایدئال، یک وضعیت ایدئال رو به او اضافه میکنیم و بعد ما یک روایتی از او را میکنیم و بعد میگیم که ما میخواییم مثلا جامعه افغانستان به این طرف بکشانیم، ما میخواییم مثلا افغانستان در سطح ملی اینگونه ترسیم بکنیم در ذهن ما و در سطح مثلا روابط فارن پالیسی، مثلا در سیاست خارجیش هم اینگونه ترسیم بکنیم. سوال؟ اوکی. این چنین چیزی رو ما نمیبینیم، چنین چیزی در نسل جدید درست هست. یک عده ای از دوستان ما کنشگران سیاسی هستن، اینا و بیشتر اعتداد زیادی هم در بدنه قدرت در حال حضور دارن. اینها یک عده ای خب به هر حال میراثدار سیاست گذشتگان هستن، یعنی به صورت مستقیم، به این معنا که گاهی اینا مثلا فرزندان از خانواده‌های سیاسی قبلی میان و گاهی اگر هم نیروهای مستقلی بودن، یعنی نیروهای مستقلی بودن که وابستگی مشخص و مستقیم نداشتن، اینا کم کم به خاطر همو جو غالب اینا وارد همی گفتمان یا همی عبر روایت شدن و خودشان را در او حل کردن. بنابراین ما میبینیم چهره های جوانی را در هم در داخل ساختار قدرت و دولت افغانستان دیدن باشه، هم بیرون از او به عنوان افراد مستقل، اما غالبا اینا چیزی، یعنی یک روایت جدیدی از روایت سیاسی جدیدی را پیشکش نمیکنن که امید بخش باشن. دلیل این هم چی میتونه باشه؟ آیا شما به فاکتور سنی سال رد کردیم گفتیم که حداقل تاثیر گذار بگیم توی کار آمدن نسل جدید سیاسی نمیتونه خیلی میتونه تو فاکتور های اصلی را اگر برای ما سکر بکنیم که چه چیزهایی میتونه بگیم فاکتور اصلی های اصلی باشه؟ شاید دلیل اصلیش این باشه که گفتم تا 14 سال اول، یعنی تا 13 سال اول تا سال 2014 در واقع یک بطلان وقت بود و انرژی که به صرف دولت سازی البته به معنای مدرنش علاقه من نیستم که او را تکرار کنم که ما با یک دولت مرکزی اقتدارگرای قوی چیز داشته باشیم، و به ترتیب منظورم نیست دولتی که بتونه، منظورم سازوکاری که بتونه کالای سیاسی را برای مردمش تامین کنه، چنین سازمانی به قولی حالا نام دولت گذاشتن یا هر چیز دیگه ای، چنین چیزی را تا سال 2014 انجام نشد. دقیقاً به این دلیل که گفتم تلاش منابع در دست دولت مرکزی بود، در دست تیم حامد کرزی بود، از دو طرف تلاش میکرد با کم و زیاد کردن روابط خودش با در واقع وضعیت تثبیت کنه، در واقع وضعیت خود تثبیت کنه. بعد دلیلی که کنشگران سیاسی جدید نتونستن به وجود بیاین، به نظر من مهمترینش عدم دسترسی آنها به منابع بود، این منابع سیاسی و همی که هم میشه بگو منابع مالی. منابع سیاسی به این معنا که اینا هیچ گونه طرف جامعه بین المللی در همه همین معادلات که ما در 20 سال گذشته داریم دولت مرکز، دولت افغانستان بوده. بنابراین وقتی یک کنشگر سیاسی میخواد که روایت جدید را ارائه کنه و بعد یک ضلع تازه ای را باز کنه، مجبوره که خودش در این قالب بگنجانه، در غیر صورت کاملا نادیده گرفته میشه و بیرون رانده میشه.
و مهمترین چیز حس میکنم، یعنی فکر میکنم که احتمالاً عدم دسترسی به منابع سیاسی و مالی است. با معذرت، در مورد این اگر صحبت بکنیم که حالا خب منابع وجود نداشته برای اینکه این نسل جدید سیاسی رو میکنه، شما بیشتر به منابع اقتصادی اشاره کردیم، آن اولیتی که در خارج از افغانستان بودن، یعنی سرگرم کارهای سیاسی بودن، اینها توانستن به عنوان نسل منابع سیاسی خود پیاده بکنن؟ اگر نسل میتونید ببینه از قدرت میتونید از مالی خوب دیگه من یکمی شاید بدبینانه به اوضاع نگاه میکنم. من فکر میکنم که نه، اون کسانی هم که خارج از کشور بودن شاید تلاش های صورت گرفته که گفتم، من بیشتر معیار نسل بندی را و نسل بندی کنشگران سیاسی را به امو چیزشان ببینم، به ای که اونا چگونه یک روایت جدید سیاسی را میسازن یا یک چگونه گفتمان جدید سیاسی را آغاز بکنن. حتما یک تلاش های صورت گرفته از خارج از کشور، چون به هر حال فضا با یک دید بازتر، یعنی وقتی که از کشور خارج بشه آدم زاویه دید آدم تغییر میکنه، وقتی در داخل کشور هستی مجبوری که بخش از معادلات باشی، وقتی بیرون میای طبیعتا چنین تلاش هایی بوده اما بازم ناموفق بوده، به خاطر از که گفتم اینجا یک پیوند عجیب و غریبه که ناسالم بین جامعه بین المللی و دولت افغانستان وجود داشته، ای همیشه تاثیرگذار بوده. به این معنا که حتی اگر این نیرو خارج از کشور باشه، باید برای ماندن خود یا برای فعالیت خود بتونه که اگر خب سر و کارش با دولت افغانستان نیست، اما سر و کارش با جامعه بین المللی است، با کشورهای دیگه است. اما در این سر و کار، در این ارتباطی که با جامعه بین المللی میگیره، باز هم ما میبینیم که یک نوعی امی پیوند محکم نامطلوبی که بین دولت افغانستان و جامعه بین المللی به وجود آمده تأثیر گذاره. یعنی که شما باز هم خارج از امی فریم، خارج از امی چارچوب نمیتونین کار خاصی انجام بدین. آنچرا که جامعه بین المللی در واقع به عنوان بخش از تصمیم گیرنده های اتفاقات افغانستان ما در نظر بگیریم، انجام میته بر اساس دریافت ها و داشته هایی است که از دولت افغانستان میگیره و روایت سیاسی که دولت افغانستان ارائه میکنه. بنابراین اگر خارج از او شما چیزی بگین، باز دوباره در خارج از کشور در بین از طرف از سوی جامعه جهانی هم مورد نادیده گرفته میشین. بسیار ساده نادیده گرفته میشین. این مثال های خیلی چیز داره، من بهتر یکم روشن‌تر حرف بزنم در مورد الیت سیاسی یا کنشگران جدید. مثلا ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، وقت در حدود 20 سال بعدش، من همیشه با کیاس البته شاید چندان درست نباشه، اما فرد کمکی میخوایم اغراق شده بگیم، میگم افغانستان 2020 هیچ شباهتی به مثلا آلمان 1964-65 نداره. اگر مثال، شاید قیاس درست نباشه، اما به هر حال آلمان 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم و افغانستان 20 سال بعد از جنگ، یعنی سرنگونی رژیم طالبان و تقریبا نظام سیاسی جدید، اینا هیچ کنون با هم شباهتی نداره. شما در اون دوران بازم جنبش های دانشجویی و جوانان در اروپا، نه تنها در آلمان، در سراسر اروپا میبینین که اینا به نقد خود میپردازن. یعنی آیا روایت جدیده بر اساس نقد خود، نقد گذشته خود، نقد گذشته، نقد پدران خود اینا پایه میگذارن. این رو ما مثلا در افغانستان نمیبینیم. و از مثلا شاید یک مثالش به عنوان مثال می چیز باشه، مثلا جنبش روشنایی یا اتفاقات مداومی که در افغانستان افتاد در می دهها بارها به وجود آمدن، شاید میخواست که یک گام پیش بانن اما اینا سرکوب شدن. یک دلیلش هم دسترسی به منابع گفتم نداشتن، دو و سومیه که انصافا هم بعض وقتها اینها یک روایت جدید ارائه نمیکنن. یعنی شما در جنبش روشنایی اگر سیاست مدارا نگاه تازه تر از آن چیزی که سیاست مداران فرض مثال سنتی ما داشتن ارائه میکردن، طبیعتا یک گام پیشتر میرفتن، اما چیزی خواسته متفاوت از آنچه که بود، روشی متفاوت از آنچه که بود اینا ارائه نکردن. و بنابراین
همونجا میمانه. من یعنی خلاصه چیز تحلیل میگیم شده. بسیار سیم. اگر که بیان روی افراد صحبت کنیم، روی بعضی از گزینه ها، مثلا کسانی مثل آقای پدرام، عبداللطیف پدرام، یا کسانی مثل آقای خود اشرف غنی، یا کسانی مثل آقای اسفنتا، اونها قبلا شاید کمتر در صحنه سیاست افغانستان ظهور داشتن، کمتر دیده شدن. آمدن کسانی مثل اینها به عنوان تکنوکرات، حالا سوای از آقای پدرام که به نوعی در دوره جهاد مقاومت افغانستان نقش داشت، کسانی مثل آقای اشرف غنی، کسانی مثل آقای اسفنتا یا گزینه‌های دیگه مثل اینها، اینها چقدر میتونه اون نشان دهنده روایتگر یا ایجاد روایت تغییر نسل سیاسی در افغانستان باشه؟ گفتم پیشتر دوباره کوتاه تکرار میکنم که ما وقتی، البته مشکل افغانستان تا حد زیادی مشکل فرد نیست، یعنی اگر یک کنشگر سیاسی یا یک سیاستمدار بره و کسی دیگه جای او بیاره، منظور صحبت سریع است. خب درست یک ادمان از ساختاری داریم به قضیه بنوان یک واحد سیاسی بنوان یک دولت بنوان یک کشور، بس آمدن مهره است. نه منظور است این است جدید سیاسی میگم کسانی مثل اینها به نفر آمدن در همین کشور، سوای از این اتفاقات که در گذشته افتاده بودیم. من میخوام بگیم که این آمدن این افراد چرا میتونه تاثیر بگذاره، مثلا نشان داده که از روند سیاسی تغییر پیدا کرده یا نه خود افغانستان؟ تغییر هست به هر حال. خب به هر حال یک المان جدید، یک المان جدید وارد بشه در بازی قدرت در افغانستان. اما باز دوباره به نظر من برمیگردن به جای اول. یعنی من گفتم که مثلا وقتی آقای اشرف غنی در 2014 قدرت گرفتن، انتظار خیلی ها و بخصوص در خارج از کشور در جامعه بین المللی انتظاراتی بود که خب یک کسی که به هر حال آکادمی یاره دیده، یا کسی که به هر حال سالها در غرب زندگی کرده، به طور دیگری با ماجرا برخورد میکنه و انتظار این میرفت که بیشتر از این که به حرکت های مثلا پوپولیستی خیلی واضح و روشن بپردازه که به هر حال کمی جلب اعتماد کنه در جامعه افغانستان، باید به جای از او مثلا سعی میکرد کم ساختار بسازه، ام سیستم رو بسازن. ما گفتم که در چی در زمان حامد کرزایی و چی در این دوره که در حال میبینیم متاسفانه خوشبختانه 20 سال فقط در دست دو نفر قرار گرفته، این 20 سال سرنوشت ساز ما افغانستان موفق نشده که یک سیستم بسیار ابتدایی، یک چارچوب ابتدایی به وجود بیاره که بتونه مثلا حداقل اگر فعلا کار نمکنه در آینده نزدیک یا دور بتونه در روی مسیر پیش بره که کالای سیاسی را برای مردم افغانستان تامین کنه. ما این را نمیبینیم. ما بیشتر میگفتم که نوع روایتی که تا 2014 بود رقم بود، بعد از 2014 ما میبینیم که دولت افغانستان بیشتر از اینکه وقت و انرژی خودش صرف از این کنه که مثلا درسته با جذب نیروهای جدید، اوکی در نیمان نیروهای جدید جذب نکنیم، اما این نیروهای جدید چقدر میتونه که نوسازی همین روایت سبب شون، نه که او را ما دوباره بکشیم در درون چارچوب قدیمی یا کهنه خود ما و او را دوباره در حد یک مثلا یک فرد تکنوکراتی که میتونه یک سیاست گذار خوب باشه، کسی که تجربه از بیرون داره، او را ما در حد یک کاتب بیاریم پایین. هستن کسایی که میبینه تحصیلات عالی دارن اما نهایتا رفتن در یک جایی در یک دفتر دستکی و سکرتر یا منشی شدن در همون حد. این دقیقا دوباره افتادن در اون چرخه باطل است. دقیقا متاسفانه تا لامیره کم بوده. یعنی گفتم حتی اگر تلاش های هم وجود داشته کم و زیاد، این تلاش ها ثمر بخش نبوده. چه چیزی چود به چرخ این تلاش ها شده؟ چه چیزی به چرخ این زبان شده که نتانه نسل جدید حداقل به اون روایتی که داره، به اون آرمان که داره به افغانستان داره؟ یکی بحث دور بودن از قدرت که تو اشاره کردیم، برای خب منابع قدرت دور بودن از منابع، خب اینها به داخل به همین منابع رسیدن. بله عزیز شما در یک سر صحبت شما بود که این کسایی که ولایت حال بیانبی قدرت هم نزدیک شدن، باز دوباره ساختار افغانستان یک شکلی است که اونها رو دوباره روی همو روند روی همو ریل گذاشته که پس دوباره درجا میزنن. دلیل این یکی از دلایل شاید ضعیف شروع کردن باشه.
مثل مثلا وقتی هم که ما میخوایم به هر حال یک روایت جدید سیاسی رو مطرح کنیم باید این خیلی منسجم و قوی و قدرتمند باشه. گفتم مثلا شاید مقایسش زیاد منصفانه نباشه، اما مثلا جنبش های دانشجویی و جوانانی که در اروپا بود، خب واقعا جنبش بود، یعنی شروع میشد کار میکردن و ادامه داشت، تا سالها ادامه داشت. در غیر صورت مثلا دوباره بازگشت نازی ها حداقل در آلمان احتمالش زیاد بود که اینا برگردن به قدرت یا به هر ترتیبی، و اینا شروع کردن با هم قدرت. اگر این گفتم شروع سازمان یافته و قدرتمندی باید باشه، نه ای که با یک نفر نباشه، با دو نفر نباشه. شاید گفتم هم شاید یک نفر دو نفر نقش ابو لیدر یا رهبری یا جریان داشته باشن، اما همزمان باید این تبدیل به یک جریان شود. یعنی ما باید با یک عده ای از کنشگران سیاسی روبرو باشیم که همه از اینا یک مطالبه دارن. مثلا تا حدی بسیار کمرنگ ما میبینیم در جامعه مدنی اتفاق افتاده، اوی مربطه شاید من نفهم، مثلا جنبش های زنان در افغانستان که حداقل دیده شد در سر مسئله مذاکرات دوحه با طالبان، اینا سرسختی از خود نشان دادن. این امید بخش است. در غیر صورت اگر چنین نمی بود و در حد یک نفر دو نفر پنج نفر می بود، خب طبیعتا شکست خورده بود و طالبان و اصلا مذاکرات به نتیجه این گونه می خواستن به حال می رسید. این دیده میشه، یعنی تا حد بسیار کمرنگ دیده میشه. اما این که تالر نتانسته گفتیم چند دلیل داشت، که همین بود که ما گاهی خود روایت مشکل داره، یعنی ما آنچه را که بیان میکنیم شاید رنگ و لعاب جدید داشت بتیم اما در ماهیتش تغییر خاص نمیاره. خواست های ما نوی یکی ابراز روایت مشکل داره. دقیقا یعنی سعی میکنن نه در محتوا، مثلا گفتم یک مثال زدم شاید مثال درستی نباشه، مثلا جنبش روشنایی خواستشان متفاوت از خواستی که رهبران سیاسی پیشین میخواستن نبود، روششان هم روش متفاوتی نبود به نظر من. در مقابل مثلا یکی بود، یکی دیگه دسترسی به منابع نداشتن، منابع بر حال در دست متاسفانه متمرکز شده در دست نهادهای قدرت در بخصوص دولت افغانستان، و هر کس ابراز و اعلان وفاداری کنه دسترسی به منابع داره نداشت بیرون میمونه، و این عبر روایت تا جای پیش رفته که حتی جامعه بین المللی و کسانی که بر حال اینجا هم چی میگن حامیان مالی و سیاسی اونا هستن، اینا هم به همین رسیدن، یعنی سعی میکنن به همون راستا پیش برن. دو و سیومی که گفتم گاهی اینمی ما چیز داریم، روایت جدید داریم، روایت سیاسی جدید داریم که ارائه کنیم، اما این روایت سیاسی جدید متاسفانه قدرت کافی نداره، یعنی انسجام کافی نداره، در حد یک فرد، در حد دو نفر، در حد چند مقاله، یک کتاب باقی میمونه. این هست، یعنی اگر بشمارم تقریبا همین دو سه دلیل میتونه باشن که متاسفانه تالی ما موفق نشدیم. آقای دکتر یک بحث دیگه که از افراد خیلی از کنمونده های ما دنبال تجربه بکنی است که تغییر ساختار سیاسی در افغانستان طی این سال 2001 سال با سال فعلی که ما در اصل سیاسی داریم که میدونیم، یکی میفرد این باشه که خب جزیره های قدرت در افغانستان از بین با کمرنگ شده، کسان مثلا از حوزه جهاد، از حوزه مقاومت و احباز بفرد احساس را میشنن چند پارچه شدن، این جزیره قدرت به نوعی در زینهای مختلف افغانستان کمرنگ شده. این به عنوان یک امید برای تغییر میتونه شناخته بشه برای قضی که بلاخره پیش زمینه یک فرش راهی برای آمدن نسل نوی سیاسی در افغانستان بشه، حتی اقل برای 10 ساله 20 ساله اینجا. یک چیز گپ شما بسیار نکته جالبی است به نظر من. یک چیز باید فراموش نکنیم، یکی در کنار از اینا با تحولات اجتماعی رو باید در نظر بگیریم. تحولات اجتماعی در افغانستان درسته که در ایجاد و تشکیل یک ساختار سیاسی کارآمد ناموفق بودیم، اما در موازی با آنچه که اتفاق افتاده در 20 سال گذشته ما تغییرات اجتماعی بسیار شدیدی را در افغانستان دیدیم، یعنی تغییرات گاهی آنقدر زیاده که ما از یک سال به یک سال دیگه ما میبینیم که زمین تا آسمان فرق داره و تا حدی نوید بخش. در واقع
ما همیشه نمیتونیم که از بالا به پایین یک چیز را دیکته کنیم. یعنی ما همین نگاه در واقع گفتم میام خودش یک نگاه غالب در نظام سیاسی افغانستان است که از شاید دو سه قرن گذشته مانده که باید همون مفهوم دولت ملت سازی مدرن که باید از بالا به پایین یک چیزی ساخته شده شکل هرمی هر کسی یک جایی کار کنه و بدون در نظر داشت ازی که روابط اجتماعی چی میگرد و بدون در نظر داشت روابط اقتصادی که روابط اقتصادی روزمره در افغانستان. حال من فکر میکنم همی اتفاق کمی تغییر میکنه، یعنی همین روان تغییر میکنه. تحولات اجتماعی افغانستان ما نمیتونیم نادیده بگیریم. پیشترم از جامعه مدنی نام بردم. اگر ما فرض بی بگیریم که جامعه مدنی افغانستان بخشی از همین جامعه افغانستان است، یعنی به مردم نزدیکتر است و به تو زیاد آرتفیشل ساختگی نیست، اگر این تصور رو داشته باشیم، بنابراین این خودش مبین همین حرف است که جامعه افغانستان تحولاتی که در جامعه افغانستان رخ داده مثبت بوده. یعنی جامعه است که کم کم میگه که ما چی میخواییم یا چی نمیخواییم. در واقع مردم افغانستان و جامعه افغانستان با همین تحولات رشد قابل توجهی هم داشتن، به این معنا که شما ببینید مثلا در هر انتخاباتی که برگزار شده حضور فعال مردم افغانستان شاید از خیلی از کشورهای دموکراتیکی که ما میتونیم نام ببریم بیشتر بوده. حضور درصدی شد، همه که شرکت کردن بسیار در شرایط بعد، باران، برف، وضعیت ناامنی، احتمال تنبیه شدن، مجازات شدن توسط طالبان و گروه های دیگر، اما مردم شرکت نکردن. این نشان دهنده مو رشد و آگاهی سیاسی جامعه است. سیاست مدارات میتونیم تأثیر گذار بر این بدانیم که بالاخره مردم این تغییر سیاست از طریق از اینها به وجود بیاد. ما میفهمیم که خب هر سیاست مداری یا هر کاندیدایی به خاطر گرفتن رای مردم طبعا دنبال تیره سازی است، دنبال جمعیت سازی است. آیا فکر میکنیم که مراجعه کردن مردم به پای صندوق های رای دهی علاوه بر اینکه یک تغییر اجتماعی داره نشون میده، باز دوباره نفوذ سیاسی کشور در تیره های مردمی داره به رخ جامعه میکشه؟ زیاد هم این حضور از نه حضور تصنعی نبوده. حالا شاید مثلا در بعضی جاها تصنعی بوده باشه که چی میگن تطمیع شده باشن یا تحریک یا تهیج شده باشن دیره بگن شما بیاید بخاطر قوم زبان رای بتن، اما همه هم در واقع خودش باز دوباره یک نوعی همی واداشتن به کنش اجتماعی سیاسی به نظر من خودش یک نشانه از رشده. اما سوالتان خیلی اگه از ذهن پرید سوال بیشتر این بود که همین آمدن مردم یا این تغییر اجتماعی که شما فکریات کردن مثلا به نام نمونه از حاضر شدن از این مفای سندوهای رایدهی بکن فکر نمیتونم تاثیر به پس بگر همان سیاست مداران سنتی بر مردم در جمعه پیشتر همیره در قالب دیگه بحث کردیم. مثلا مسئله دسترسی به منابع یکی از نظریه های قدرت است که میگن قدرت یعنی دسترسی و کنترل منابع. بنابراین این افراد وقتی به عنوان مثلا کنشگران سیاسی در منطقه خودشون و در جای فعالیت میکنن و این همون فردی بوده که قبلا هم مثلا در زمان جهاد اسلحه داشته و قبل از او مثلا زمیندار بوده و قبل از او، یعنی در فرمهای مختلف هنوز اما آدم حاکم بر تحولات است و حاکم بر اون منطقه است. این نشان دهنده است که این جناب یا همین گروه مثلا در هر دوره‌ای تانسته دسترسی به کنترل بر منابع داشته باشد. دوره جدید گفتم که تا نتانسته می ره از بین ببره به حالت سیستماتیک پیش بده. یعنی دولت مرکزی برای تثبیت خودش شروع کرد، هم دوره کرده و هم بعد شروع کرد به رسمیت شناختن همین افراد در واقع منابع که شکل فرمش تغییر کرده بود دیگه. شکل فرمش دیگه شاید مثلا اسلحه نبود که 20-30 سال پیش باشه، تغییر کرده بود. چی بود؟ مثلا یک پوزیشن سیاسی بود، نماینده پارلمان. چی بود؟ سنا. چی بود؟ مثلا دسترسی به پروژه های توسعه‌ای و اینا را در اختیار اینا قرار داد و شروع کرد. اما با آن هم نه، که بازم امیدوارانه اگه بگم که نه، به هر حال
جامعه کار خودش رو میکنه، یعنی جامعه دچار تحولات شدید شده. اون جامعه بسته این نیست که ما پیش از طالبان داشتیم، خیلی ما مردم افغانستان ارتباط مستقیم و مؤثر با دنیای بیرون از افغانستان دارن، چی میگن چرخش و چرخش معلومات اطلاعات بالاست، دسترسی به منابع معلوماتی بیشتر شده. بنابراین ما نمیتونیم که با مردم افغانستان او طور رفتار کنیم که پیش از اتفاقات بوده، یعنی پیش از 2001 بوده. و این مردم حالی که تغییر کردند، یعنی شاهد تحولات اجتماعی بودند، به تدریج خود اینا ساختار سیاسی خودشان کم و زیاد، ما نمیتونیم به او شدت، اینا هستن که کم کم تعیین میکنن. یعنی مثلا طالبان اگر در سال 90 و دهه 90 تانستن بر بخش از افغانستان به او روش و با همون نگاه با همون روایت حکومت کنن و حاکمیت کنن، مطمئنن حال در سال 2020-21 کار نمیتونن انجام بدن. به عنوان یک رژیم و معادلات تغییر کرده دیگه. حضور اونام در شرایط خاص اتفاق افتاد، یعنی به عنوان یک رژیم با او ساختاری که اونا قبلا فکر میکنن دیگه امکان پذیر نیست، چون به هر حال مجبورن که به حرف مردم گوش بدن. گفتم که هرچند که طالب حداقل در کابل این حرف شنوی از طرف دولت مردم افغانستان وجود نداشته، شما میبینین که در مذاکرات صلح دو جای مردم خالی است، در مذاکرات بین طالبان و آمریکا باز مردم اصلا وجود ندارن، در حالی که واقعیتش اینه که قربانیان جنگ مردم افغانستان بودن، اینا هستن طرف مذاکره. مثلا ممنون شما. ما بدون سوال آخر میخوام این رو بپرسم از شما که آیا افغانستان با همین شرایطی که فعلا داره با این بحث می‌کنیم، آیا در یک بحران به سر می‌بره؟ و اگر به بحران به سر می‌بره، چه راهکارهایی برای مدیریت این بحران، برای استفاده کردن این تهدید برای یک بحران امتیاز چی می‌تونه باشه؟ بحران که عادی متأسفانه بحران سال‌هاست به سر می‌بره، یعنی ما پسا بحران افغانستان پسا بحرانش نداشتیم. دلایل مختلف داره، یعنی نمیتونیم خیلی بحث خیلی بزرگ است، اگر خیلی کوتاه و خلاصه بگم ببینین، عدم اراده در سرکوب گروه های شورشی، چه شورشی به این معنی که نیروهای مسلح باشن، طبیعتا اگر غیر مسلح باشن خب میشن اپوزیسیون سیاسی و کار کردن با اونا کار سختی نیست. این عدم اراده از همون سال 2001 وجود داشته طالبه هست، هیچ گونه اراده سیاسی محکمی برای برخورد با گروه های شورشی وجود نداره، یا به پای میز مذاکره کشاندن اونا حتی در همون هم اراده کافی وجود نداره. یک، گروه های شورشی از چی تغذیه میکنن؟ از ضعف ساختاری در کابل استفاده میکنن، در دولت افغانستان، یعنی بهانه ایشان هم هسته که اونجا فساد وجود داره، که هست دولت فساد وجود داره، روابط بر ضوابط میچربه که بازم این چنین هست، کارآمدی نداره بازم هم هسته، یک شاهراه 10 کیلومتر از کابل میری بیرون که از امنیت گرفتن نمتنه، در نقاط دوردست گرفتن نمتنه. این هست از درگیری که بین این دو تا نیروهای سازمان یافته طالبان و دولت وجود داره. خب باندهای جنایتکار زیادی به وجود سر بالا آوردن. این مثلا دو فاکتور مهم دیگه است که بس هر دوی از این اتفاقات یا هر سه بر وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر گذار بوده. افغانستان در طول 20 سال گذشته نتونسته که حداقل چند تا شرکت بزرگی که بتونه روابط تجاری افغانستان با جهان با بازار بین المللی تضمین و تثبیت کنه به وجود بیاره، در حد همه خورده بازار مانده و اقتصاد بسیار متزلزل و همه چیز در همه سرای شهزاده رخ میده به جایی که در بانک ها رخ میده. بنابراین اگر من گفتم که بحران فقط بحران سیاسی نبینیم، یک کمک بزرگتر کنیم، جوانب مختلفش ببینیم و حداقل همه تیترهای عنوان های اصلی رو بگیم، همین دو سه تا میشه. عدم اراده سیاسی کافی در برخورد با گروه های شورشی. ببین گروه های شورشی در همه کشورها بوده، در امریکا ما شاهد بودیم که راستگرایان افراطی بوده، در آلمان هستن، اما این که چگونه با اینا برخورد بکنن خب باید دیده شده، باید ازشان یاد بگیریم. یک، دومی که
اصلاحات در ساختار سیاسی دولت، در ساختار دولت خیلی مهم نبوده، دولت فاسد است، میشه به این صراحت گفت متاسفانه فاسد است. و سیومی که اقتصاد افغانستان ضعیف، اقتصاد وابسته به کمک‌های بین‌المللی است، نتونسته که خودش به بازار جهانی وصل کنه. 20 سال وقت کمی نبود این اتفاق باید میافتاد که نیافتاد. بله، ممنون شما آقای حسینی از حضور شما در برنامه پرسنان امروز. این هفته امیدوارم که همیشه از تندرست و سلامت. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما همچنین. خدا نگهداری برای خدمت کسانی که برنامه بسرت زنده از طریق صدای نوروزی رادیو نوروز دیدن و همچنین که فایج صدای ما روی امروز یک صدای سریاس اکنون از طریق امروز رادیو شنیدن. من فهمیدم که